أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. على قمندان برنامه بيان قرآن، درسای از قرآن و ترتیب، رسیدیم در آغاز ترجمه قرآن کریم که اولین سوره که در قرآن نوشته شده و افتتاح سورت میگره، سوره الحمد شریف است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صدق الله مولانا العظيم. بدلیل ازی که پیرامون آیت، سوره و بعضی مطالب دیگه صحبت میکنیم، به یک آیت ترجمه اکتفا خواهد کردیم. سوره الحمد از جمله سوره‌هایی است که ترتیبی که از آسمان نازل شده، پنجم سوره قرآن کریم است. ترتیبی که در قرآن نوشته شده، اولین سوره قرآن کریم است. اما ای که آیا مدنی هست و یا مکی، یک تعداد از علما معتقد بر ازی هستند که سوره فاتحه مکی هست و دلیل قوی هم موجود داره، و دلیل ایست که ترتیب نزولی پنجم سوره. طبعا پنجم سوره سوره های مکی هست. و دلیل دیگه که اینها دارن، در سوره حجر قرآن کریم به صراحت میگه که ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. سبعا من المثانی به اتفاق همه مفسرین منظورش سوره فاتحه است، و ای آیت در سوره حجر است. سوره حجر به اتفاق مکی هست. به هر صورت میم پیرامون چند مطلب. مطلب اول، مفهوم معنای قرآن در لغت و اصطلاح خواندیم. قرآن متشکل از آیت و سوره هست. آیت چی معنا؟ سوره چی معنا؟ آیا ترتیب آیات و ترتیب سوره ها ترتیبی است که پیامبر علیه السلام کار کرده به اساس وحی که هیچ اختیاری نداشته، و یا است که این ترتیب ترتیب اجتهاد صحابه کرام است؟ همچنان نامگذاری آیت و نامگذاری سوره ها، ای از طرف کی هست؟ و معنای اصطلاحی سوره چیست؟ اول پیرامون آیت. آیت در قرآن کریم مفردش و جمعش یاد شده، ان فی ذلک لآیت للمؤمنین لآیات لقوم یعقلون فیه آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. آیات متعدد است که در خود قرآن استعمال شده. یک معنای آیت عبرت گرفتن است، قسمی که در سوره حجر بعد از اینکه قوم لوط علیه السلام زیر زبر میشه، الله جل تذمته میگه که
فاخذتهم مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمؤمنين إن في ذلك لآيات للمتوسمين باز در آیت بعدیش میگه إن في ذلك لآيات للمؤمنين یک عبرت است آیت به معنای عبرت آیت که آیت میگوین به دلیل از اینکه تمام آیات قرآن برای ما شما عبرت است که عبرت بگیریم دوم آیت به معنای نشانه هست قسمی که در سوره بقره میگه که این آیت ملکی ان یاتیکم تابوت و فیه سکینت من ربکم داوود علیه السلام میگه برای قومش که این آیت دلیل پیامبری دلیل قماندانی ازی یعنی نشانه عزیز که یک صندوق میاد در اون صندوق بعضی آثار موسی و عیسی علیه السلام است پس قرآن را که آیاتش آیات میگوین هر آیت چند جهت داره یک نشانه وجود الله است نشانه صداقت خود پیامبر علیه السلام است که پیامبر پیامبر بر حق است هر آیت نشانه است که این قرآن کلام الله است به این خاطر آیت را آیت میگن این معانی دیگه هم داره خب بیشترین معنایش که آیت به معنای حکم به معنای عبرت و به معنای نشانه آمده که این معنایش بیشتر و زیادتر است آیت چه معنا داره و معنای جمع شدن حتی آیت به معنای گروپ هم گفته میشه گروه هم گفته میشه و این گروپ و گروه به این خاطر که چند کلمه یک جا میشه چند حروف یک جا شده در یک مقدمه در یک بخش که ایره به نام آیت گفته میشه آیات قرآن کریم از طرف خود الله جل تدمته توسط پیامبرش قید شده است این تعداد آیت ختم و آغاز آیت قید شده یعنی اینطور نیست که ما بگیم که این موضوع اجتهاد بوده اجتهاد پیامبر یا اجتهاد صحابه نه این از طرف الله هست خوی هم عظمت الله هست که آدم نمیدانه که چه قسم است ما میبینیم که بعضی آیات بسیار طولانی هست در سوره بقره آیت مداینه بسیار طولانی هست در سوره فتح یک آیتش بسیار طولانی در سوره احزاب این المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات آیت های طولانی هم داریم آیات کوتاه هم است والفجر سو یعنی اگرچه علمای طور میگن که یک کلمه قبلش موجود است که اقسم بالفجری که دو کلمه شد خو ظاهرش یک کلمه هست مدهامتانی یک کلمه هست الف لام میم یک آیت حساب شده اگرچه در سوره مقطعات یه هم ارتباط میگره به ذات پروردگار عالم که همین سوره مقطعات در بعد سوره ها یک آیت حساب شده طور مثال در سوره الف لام میم الف لام میم یک آیت ذالک الکتاب لا ریب فیه در سوره اعراف هم یک آیت الف لام میم صاد یک آیت طه طاسین میم طاسین صاد ولی ما میبینیم که در بعضی حروف مقطعات یک آیت نیست کو چند سوره پی در پی است که تقریبا سوره هود و سوره یوسف سوره رعد و سوره ابراهیم سوره حجر پنج سوره قرآن است که حروف مقطعات آیت حساب نشده در سوره هود
ألف لام را كتاب أحكمت آياته من لدن حكيم خبير. در سوره يونس ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم يك آيات است. أردوش سوره رعد ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس. آيات مكمل يك آيات حساب شده. يا سوره إبراهيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يك آيات است. خب إي بالله ارتباط داره که چه اسرار در اینجا نهفته است که بعد سوره مقاطعات آیت نوشته شده آیت مکمل و بعد سوره مقاطعات آیت مکمل نیست. بعضی آیتها طولانی هست و بعضی آیتها کوتاه هست. بعضی آیات جمله تکمیل شده، معنا تکمیل شده، کاملا تکمیل است، ولی در بعضی آیات تکمیل نیست. تکمیلش در آیت بعدی است. آیت بعدی که خوانده شد که معنا تکمیل میشه. خب همه علما اعتقادم برمی دارن که سنتم برمی هست که در سر هر آیت که ختم میشه باید توقف شوه، وقف شوه. و این هم اسرار پروردگار است که ما نمیدانم که در یک آیت میبینیم چند وقف موجود است. حتی وقف واجبی است، وقف لازمی است، وقف جواز در آیت کوتاه، ولی در بعضی آیات اصلا وقف وجود نداره هیچ. خب این موضوعاتی است که در خود آیات است. پس ترتیب آیات مکمل از طرف الله است، محل اجتهاد نیست کاملا. کوتاه بودن و دراز بودن آیات هم ارتباط میگیره به خود پروردگار که محل اجتهاد کسی نیست. دوم مبحث بحث سوره هست. سوره هم مانند آیت اصطلاح خود قرآن کریم است و در سر سوره نور به صراحت این کلمه سوره ذکر شده. سورتون انزلناها و فرطناها و انزلنا فیه آیات بینات. سورتون انزلناها، سوره نوره، نامش الله گرفته که سوره است که سوره نور ما ایر نازلش کردیم. پس این کلمه سوره هم از جمله واجه ها و اصطلاحات است که خود قرآن را استعمال کرده. معنای لغوی زیره علما بیشتر سر صحبت کردین و بیشتر به دو معنا ترکیز دارن. معنای اول سوره به معنای دیوار. در سوره حدید هم به می شکل استعمال شده. دیوار بسور لهم باب باطنه رحمه فیه و ظاهره من قبله العذاب ینادونهم الم نکن. این دیوار به این خاطر که این دیوار یک چیز را دیگه چیز جدا کرده. این سوره ها هم که سوره نام مانده شده به خاطر که یکی از دیگه موضوع جدا شده. و این جدا شدن سوره ها یک حکمتش آسانی هست. سوره قدر کوتاه باشد مفهومش هم و یاد گرفتنش هم یاد کردنش هم آسان می باشد. و موضوع دیگه که هر سوره از لحاظ بلاغت و فصاحت این خصوصیت خود داره. مثلا
سوره الحمد شریف را ما میخوانیم. الحمد لله رب العالمین. اولین آیت به نون ختم شده و دو حرف یکی هستند، میم و نون. میبینیم که تا آخر ای آیت که سوره ختم میشه به میش حالت است. الرحمن الرحیم به میم، مالک یوم الدین به نون، ایاک نستعین به نون، خب غیر المغضوب علیهم، صراط المستقیم به میم، ولا الضالین به نون. ای اسرار است که در خود قرآن کریم است. هر سوره که در اولش یک حرف استعمال شده دیده میشه که امو سوره امو حرف بیشتر استعمال داره، استعمالش بسیار زیاد است. این خصوصیت های لفظ قرآن کریم است. پس سوره به می خاطر دیوار که جدا کرده و به معنای نقطه بلند هم گفته میشه و معنایش که در نقطه بلند به این خاطر که ما نقطه بلند که بلند شویم هر چیز را میبینیم. وقتی که ما وارد یک سوره میشیم، وارد مطالب و مباحث سوره میشیم، باز دیده میشه که چیزهای عجیب، مطالب عجیب، بحثهای عجیب در سوره قرآن کریم موجود است. یا سوره از سور گرفته شده، سور باقی مانده چیز را، پس خورده چیز را گفته میشه. خب اینجا به معنای باقی مانده چیز است، یعنی اثر است که دلیل به گپ دیگه می باشه. خب ما که باقی مانده چیز را میبینیم به می فکر میشیم که یک چیز دیگه هم قبلا بوده. این سوره های قرآن را که سوره گفته میشه از جمله قدرت های پروردگار که به دسترس ما شما هست، باقی قدرت پروردگار، باقی کتابا، باقی مطالب. اما حدیثی است که مثال پیامبرا مثال قصر است که یک خشتش کم بوده، به آمدن پیامبر آخر زمان خشت تکمیل شده، اما خشت در جایش مانده شده، سوراخ بند شد، دین تکمیل شد، این چیزی باقی مانده بود. به این خاطر این سوره قرآن را سوره گفته میشه. پس در اصطلاح سوره قرآن عبارت از جمع از آیات که متشکل از سه آیت، حتی سه آیت یا بیشتر از او، که اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْهَر، یک سوره است. آیت سوره بسیار کم داره، یا آن سوره بسیار طولانی که سوره بقره هست، سوره آل عمران و امثالش است. خب این یکی از مطالب بود. مطلب دیگه که این سوره آیات قرآن نازل شده در اماکن مختلف، در مکه مکرمه، در یک نقطه، در اطرافش، در خود مکه، در مسیر رای مکه و مدینه، در خود مدینه منوره، در اطراف. این سوره ها را بس علمای طور کردن که ایره چی نامه های بگذارن، یعنی طور بگن که سوره طایف، سوره منطقه و اون منطقه. بالاخره علمای را جمع کردن به دو بخش، نام سوره ها را ماندن که سوره مکی است، سوره مدنی. مکی معنایش مکه مکرمه، مدنی معنایش مدینه منوره. ایره به دو بخش، به دو منطقه ایره مسما کردن به خاطر که تعداد زیادش به مربوطات مکی مکرمه نازل شده و قسمت های قرآن در مربوطات مدینه منوره نازل شده. ای که کدام سوره را مکی میگوین، کدام سوره را مدنی، اول چند معیار علما انتخاب کردین. یک تعداد علما گفتن که سوره مکی او سوره را بگذاریم که یا یوحناس در اول سوره آمده باشه، قسمی که سوره نساست یا یوحناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحد، یا سوره چیز است، سوره حج است،
يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هر سوره ای که در اون در روز سوره یا یوحنا باشه یا آغازش باشه یا ایست که در اون سوره یا یوحنا تذکر داده شده باشه، او سوره مکی هست، به دلیل از اینکه در مکه هم مسلمان نبودن، مسلمان ها تعدادشان کم بود، به این خاطر صدای خداوند سر انسان بود، انسان گفته و نار صدا میکرد. ولی در مدینه که مسلمان ها بیشتر شدن، غیر مسلمان ها کمتر شدن، صدای قرآن به ایماندارا شد، سر ایماندارا صدا کرد که یا ایها الذین آمنو، قسمی که سوره مائده است، یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود وحلت لکم بهیمت الانعام، یا سوره حجرات، یا ایها الذین آمنو لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. بناهن هر سوره که در اولش یا در وسطش هر قسمتش که یا ایها الذین آمنو آمده باشه، او را سوره را مدنی میگوین. ولی این تعریف جامعی نیست، سرش انتقاد شده به خاطر که تعداد سوره ها به یقین مدنیستن، ولی یا ایها الناس داره. قسم سوره بقره یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. ما میبینیم سوره حج سوره مکی هست، ولی در اونجا آمده که یا ایها الذین آمنوا اعبدوا ربکم، یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. یا ایها الذین آمنوا آمده. بنانی تعریف را علما رد کردیم. تعریف دوم که سوره مکی اعتبار دادین مکان را، یعنی مکان معیار است نه خطاب. در مکان معنایش این میشه که هر سوره ای که در مکه نازل شده مکی، هر سوره که داخل مدینه منوره نازل شده سوره مدنی. ولی سریع هم انتقاد شده اگر ما مکان را قید کنیم، بعضی آیات نه در مکه است نه در مدینه، در طائف نازل شده، در مسیر مکه و مدینه نازل شده. پس او سوره ها را شما چه نام میمانید؟ بنان این تعریف هم علما رد کردین. تعریف دیگی را که علما برجسته میدانن، راجح میدانن، ایست که زمان را معیار قرار دادن و ایتو تعریف کردن. همیشه تعریف ها یک معیار میداشته باش. معیار زمانی شد که هجرت، یعنی زمان. هر سوره ای که قبل از هجرت بود، هر جایی که بوده باشه مکی. هر سوره ای که بعد از هجرت نازل شده، او مدنی است. بس دیگه است که آیا نام سوره ها را، امی که سر هر سوره نام مانده شده، ای هم اجتهاد پیغمبر علیه السلام است و یا نام است که الله نامگذاری کرده، در اینجا پیغمبر کدام دخلی نداره. یک تعبیری از مفسری نیست که میگن که این سوره نام سوره ها از طرف الله هست، قسمی که در اول سوره نور آمده، سورت و ننزلناها. در اینجا پیامبر علیه السلام یا اصحاب کرام دخالت ندارن، نام هر سوره از طرف الله است. دیدگاه دیگه است که نام سوره را شخص پیغمبر علیه السلام گذاشته. خود طبعا عمل پیامبر علیه السلام هم از خود نیست، و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حرکتی که در قبال دین داره است وحی است. پس نام سوره ها را خود پیغمبر علیه السلام گذاشته. طور مثال آیت که می آمد برای اصحاب می گفت که این آیت را در فلان سوره بگذارین، فلان سوره بگذارین، او سوره را در عقب دیگه سوره نام سوره را می گرفت. به این دلیل نام سوره هاست پیغمبر علیه السلام شده. نظر سیوم است که نه، نام سوره ها یقینا از طرف الله هست، از طرف پیامبر علیه السلام،
ولی نامگذاری از این بیشتر به اجتهاد ضرورت داشت، اجتهاد صحابه. ای در اول اینطور گفته می شد که سوره که در اونجا ای چیز ذکر شده، مثلا می گفتن که سوره نساء، سوره التي يذكر فيها النساء، او سوره که در اونجا زنها ذکر شده، سوره که در اونجا بقره گاو ذکر شده، سوره که حج ذکر شده، اینطور می گفتن. باز او جملات شقت کردن، تن نام حج را ماندن، نام سوره را ماندن، نام عزیره یک و دوم تعدد نامها در یک سوره، ای کل دلیل بر ازی است که اجتهاد است. یک قسمت نام سوره ها را مشخص از طرف الله است، قسمتش از طرف پیامبر، و یک قسمت دیگه ازی هم از طرف اصحاب کرام، یعنی محل اجتهاد نام سوره و نامگذاری سوره. و دلیل بزرگش هم امی تعدد نامها ذکر میکنن که تعدد نام سوره ها امی موضوع را میرسانه. به هر صورت دیگه خداوند بزرگ ما و شما را سعادتمند داشته باشه، عالم به قرآن، عالم به شریعت داشته باشه. درس ما در اینجا به پایان رسید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.